انتخابات دیگر بار دیگر در راه است. انتخابات دیگر بار دیگر در راه است. خلق را وعده پوچ سر خرمن بدهید. پسران عزبی را که مجرد هستند، همه را یک شبه با ساز و دهل زن بدهید. به مدیران ادارات کلیدی نور چشمی ها، به مدیران ادارات کلیدی اسفند غیر پاداش کلان یک دو سه تا ون بدهید. به زنان تا که بیایند و به ما رأی دهند، قول آزادی کوتاهی دامن بدهید. گرگ را وعده میش و به خزان به خران وعده کاه. گرگ را وعده میش و به خران وعده کاه. جوجه ها را الکی وعده ارزن بدهید. گرچه موجودی صندوق تمام است، ولی به رعیت کوپن شکر و روغن بدهید. خانه در مملکت ارزان شده، باید پس از این به جهان وعده ارزانی مسکن بدهید. الکی توی سخنرانیتان در سیما، صدا و سیما ایران، تلویزیون پشم شیشه، الکی توی سخنرانیتان در سیما وعده کنترل قیمت آهن بدهید، تا که تأثیر کند صحبتتان بین عوام، وعده ها را همه با واژه شرعن بدهید. با شرعن هر پلیدکاری که بخواید میتونید بکنید. خشتکش پاره شده احمد و میبخشید، این شاعر گفته. خشتکش پاره شده احمد و تناز نوشت، به طرف حد اقل یک نخ و سوزن بدهید. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک که هم میهنان ارجمند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. این چامه رو یکی از دوستان برای من فرستاده، نام چامه سرا رو ننوشته، ولی من گمان میکنم که این چامه رو یک بانو نوشته، چون میگه تناز نوشت، به طرف حداقل یک نخ و سوزن بدهید. به هر روی چامه طنز زیبا و جالبی بود. باز هم موقعیت رو به دست میارم، به شما هم میهنان ارجمند میگم، نروید و رأی ندهید، حتی اون نزدیکی های صندوق هم پیداتون نشه. نگذارید جمهوری اسلامی از چهره و نقش شما و نام شما و شخصیت شما و عکس شما به سود خودش سود ببره. در انتخابات شرکت نکنید. نکته دیگر، نوروز نزدیکه. به دوستان، یاران، فرزندان، پدران، مادران، زنان، دختران، برادران و خیشان خودتون کتاب عیدی بدهید، کتاب ارمغان بدهید. کتاب چیزی است که هر چه بماند ارزشمندتر میشه. کتاب ارمغانی است که شما همیشه در خاطر طرف خواهید ماند، به او چیز خواهید آموخت. هیچ کتابی بیهوده نوشته نشده، حتی کتابهایی که به نظرتون بیهوده میاد، به هر روی یک چیزی رو به شما میآموزه، چه رسد به کتابهای خوب. کتاب ارمغان بدهید. نوروز رو نوروز ارزشمند کنید. همنشینی به هست کتاب مخواه، که مصاحب بود گه و بیگاه. این چنین همدمی لطیف که دید، که نه رنجید و نه برنجانید. نگاهی به بخش خبرهای کوتاه با یک جهان یا با یک کتاب معنا میکنید. چند روز پیش این خبر ناگهان بر روی تمام دستگاه‌های خبرگزاری جمهوری آخوندی
نقش بست. به گزارش نیمروز و به نقل از خبرگزاری فارس، همین الان ارجمند شما میدونید که خبرگزاری سپاه پاسداران شده خبرگزاری فارس، سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم هشت. واقعا اینا شرم نمی کنن. این همه ما قهرمان داریم، نام داریم، نام‌آور داریم، ایرانی جانباز داریم، ایرانی قهرمان داریم، ایرانی برجسته در جهان داریم. اینا رو بکنم. حالا رزمایش پیامبر اعظم تموم شد، دیگه رزمایش پیامبر اعظم دو چیه؟ سه چیه؟ حالا رزمایش پیامبر اعظم هشت. حالا البته من با جنگ موافق نیستم و همیشه معتقدم که باز هم همین آدم های دوالپا بر شانه ملت سوارن و تاوان این جنگ رو هم ملت بیگناه ایران میده اگر جنگی، ولی بعدم نمیاد یه بار تو دهن اینها زده بشی که میگه رزمناوای آمریکایی لگنن چیزی نیست. اون روز که فرار میکنن اون وقت میشه فرار یک پیامبر اعظم یک، فرار دو پیامبر اعظم دو، همینطوری میاد. آخه شرم کنید، شما اسم ایرانی چرا نمیذارید؟ باری رزمایش پیامبر اعظم هشت، در اون رزمایش نیروی زمینی اعلام کردن، همه جا در همه خبرگزاری ها اعلام شد که نیروی زمینی سپاه یعنی سپاه پاسداران لحظاتی پیش در جمع خبرنگاران عزم زمین نشانیدن یک پهپاد بیگانه در منطقه رزمایش خبر داد. تو بوخا دمیدن، یک دونه دیگه از این هواپیماهای بدون خلبان رو ما به زمین نشوندیم و گفتیم. من تو رفتم تو فکر آخه خراب ممکنه یک وقت یکی از این هواپیماها یا پهپادها که من حالا توضیح میدم چرا اسم اینا پهپاده، ممکنه خب هدف قرار بگیره، اما بیارن هواپیمای بدون خلبان رو که از دور داره هدایت میشه بیارن رو زمین بنشانند، این به نظر من جزء همون دروغ‌های آخوندی اومد که البته از روزی در 12 تاشو پخش میکنن به خبرگزاری‌ها میدن. به هر رو فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت که در اولین روز عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم هشت، سیستم‌های جنگ الکترونیک، حالا این لغت هم میپرن که ما خیلی پیشرفته هستیم، سیستم‌های جنگ الکترونیک متوجه سیگنال هایی شدن که نشان میداد پهپادهای بیگانه قصد ورود به کشورمان را دارند. یعنی در جنگ الکترونیک متوجه این سیگنال ها شدن. حالا پاسداری که تا پیروز باجگیر سر گذر بود، حالا یه دیگه سیگنال میشناسه و جنگ های الکترونیک و اینا. بعد در خبر دوباره ادامه میده، میگه در این هنگام همون فرمانده نیروی زمینی سپاه، البته میگه در این هنگام نیروهای متخصص ما توانستن یک پهپاد بیگانه را در منطقه رزمایش به زمین بنشانند. خب این خبر پخش شد و طبق معمول هیچ کس باور نکرد، تا اینکه دیروز ناگهان گند کار در اومد و دروغگویی سپاه ظفرنمون پاسداران روشن شد و این بار اعلام کردند که این پهپاد مال یک دشمن فرضی بود که از خود ما بود، یعنی خودمون هواش کرده بودیم، این نقش دشمن فرضی رو بازی میکرد و ما این رو فرود آوردیم و به زمین نشاندیم. شما ببینید مجبوری مگه تو دروغ بگی که گند کار درآد، که هیچ سازمانی، هیچ ادارهی، هیچ دولتی، هیچ نیروی جنگنده ای میگه اصلا ما پهپادمون طوری نشته، اصلا چیزی نبوده. اینو اول بیان توپ و تشر بیان و با بوق و کرنا همه جا بگن،
بعد بیان بگه بله اون مال خودمون بود، دو طرف نیرو بودیم، ما مال اون ور نشود. این یه شاهکار نیست که تو برمیداری خبرگزاری ها رو همه رو پر میکنی. اگه اون ور دو طرف نیروی رزمایش دارن با هم کار میکنن، جنگ میکنن، خب معلومه اون میفرسته میگه تو بزن یا برعکسش بشه. در روی اما در مورد این که برخی از همیانان پرستن پهپاد یعنی چی؟ پهپاد مثل رادار، رادار خلاصه رادیو دیتکتیو که اولای این واژه رو گرفتن کردن رادار. اینجا پهپاد ریشه پرنده هدایت پذیر از دوره. پی اول پرنده، هی بعد هدایت پذیر، الفش یعنی پی بعد پذیر، الفش از دارش دوره. په پاد پرنده هدایت پذیره، از دور درست شد. اینم پاسخ بینندگانی که میخواستم ببینم په پاد یعنی چی. و اما میریم به تاریخ میپردازیم. همین الان در برنامه های پیش گفتم که به هر روی دولت هند از دادن پاسخ به سفیران نادر تفره رفت و برای اون کسانی که اون دو بخش رو نشنیدند خیلی کوتاه میگم، نادر یک سفیر فرستاد برای هند، از دربار هند خواست که زمانی که من اشرار افغان رو سرکوب میکنم و اینها میگریزند میان به خاک هند پناه میبرن و زمانی که من برمیگردم در جنگ با عثمانی ها، در جنگ با قفقازی ها، در جنگ با گرج ها در غرب ایران میجنگم، اینها دوباره برمیگردن و افغانستان رو شلوغ میکنن. بنابراین سه پیشنهاد من به پادشاه و امپراتور هند میکنم. یک، اجازه ندهند سرکشان افغان وارد خاک هند شد. دو، اگر سرکشان افغان وارد خاک هند شدند ارتش هند اونها رو تارمار کنه. سه، اگر ارتش هند نمیخواد دخالتی در این وضع بکنه به ارتش من، به ارتش نادری فرمان داده بشه، دستور داده بشه، راه داده بشه، پروانه داده بشه که به خاک هند بیان و خود ارتش من، ارتش نادری اونها رو سرکوب کنه. اینا هم به هیچ کدوم از اینا جواب ندادن. مدت ها اون علی مراد خان اولین ایلچی نادر اونجا سردرگم بود و اون رو سر میدوندن. بعد نادر قلر آقاسی رو فرستاد که اونو برد و بیار، اصلا نمیخوان پاسخ نمیخوان بعد، و علی مراد خان رو آورد. بعد از مدتی قندهار که در حدود 13 ماه بود محاصره بود به تصرف نادر در اومد. در این موقع نادر گفت حالا زمان گرفتن اجازه و پاسخ اون سه پیشنهاده. اما این بار دیگه مأمورین دیوانی رو در اونجا نفرستاد، اعزام نکرد، بلکه آمد یکی از سرداران دلاور خودش رو به نام محمد خان ترکمن انتخاب کرد. بهش گفت محمد خان تو سردار دلاوری هستی، اون دوتا ایلچی من نتونستن، یعنی کارشون نبود، دیوانی بودن، اینا دیپلمات بودن، که البته نادر که نمیگفت دیپلمات، گفت دیوانی بودن و نتوانستن، من میخوام تو بری قاطع سخن بگی و پاسخ امپراتور رو آره یا نه رو بر من بیاری. اونم از خدا خواست و گفت چشمو. گفت چقدر طول میکشه تو حرکت کنی؟ گفت نزدیک به دو سه روز. گفت کمتر از یک هفته میخوام راه بیفتی و بری این کار رو بکنی. به هر روی آمدن و محمد خان با تندی و جسارت ویژه حرفش رو زد، گفت اومدم اینجا جواب قاطع میخوام از پادشاه هندوستان و اگر شما جواب قانع بدید که فبه حل مراد و اگر نه من فکر میکنم که تاوان این بیمحلی رو به شخص پادشاه ما نادر بدجوری خواهید. پادشاه هند خشمگین میشه، از تخت میاد پایین بدون اینکه پاسخ بده، میره از تالار بیرون به حرمسرا و محمد خان هاج و واج، محمد خان ترکمن میمونه که چیکار خوب حالا باید بکنه.
سردار ایرانی که پاسخ خودشو نگرفته بود، ضمناً از مسائل درباری هم چندان اطلاعی نداشت، هاج و واج مونده بود که چیکار بکنه. بعد به وزیرانش گفتش، که به وزیران محمدشاه گفت به هر روی من پاسخ قاطعم رو میخوام، من حتما برای پاسخ موافق نیومدم، هر پاسخی هست شما باید به من بدید و من برگردم، چون من وقت زیادی ندارم و نمیخوام مانند علی مراد خان و گلدر آغاسی دست خالی به حضور نادرشاه برم و هرچه زودتر باید پاسخ من رو بدید. البته در سراسر زمانی که محمد خان ترکمن سخن میگفت، حتی یک واژه از صمیمیت و تواضع و خضوع و فروتنی تو حرفاش نبود، چون سرداری بود که اصلا کارش جنگیدن و تند بودن بود. اما اطرافیان محمد شاه قاجار شادمان بودن از این مسئله، چون اونها میخواستن آب رو گلالود کنن و کاری بکنن که به نفع، یعنی هی تملق و چاپلوسی بکنن برای محمد شاه گورکانی، و بهترین راهشون هم همین بود که طرف یه خورده تند باشه، اونا هم برن و روی چاپلوسی و تملق کار کنن، و غافل از این بودن که این مسئله همونیست که نادر میخواد. یعنی نادر مخصوصا این بار یک نظامی رو فرستاد به دربار هند که نتیجه به این صورت باشه. البته انتهای این کار اون چیزی که نادر میخواست نشد، ولی مسیر افتاد تو اون مسیری که نادر میخواست. محمد شاه که تا هیچ کس چنین سخناری رو تا امروز هیچ کس چنین سخناری رو به اون نگفته بود، از تختی اومد پایین، از شدت خشم رفت به طرف حرمسرا و فقط رایزن ویژه اون اجازه داشت که بره و وارد شه و با محمدشاه سخن بگه. این بود که بدون اینکه تاریخی به توافقی یا حرفی یا سخنی به محمد خان ترکمن بزنه، رفت در اونجا. حالا تالار کاخ در یک آرامش فرو رفته، سردار بلا تکلیف استاده، سرانجام با یکی از دو تا از وزیرها صحبت میکنه، وزیرها میگن اعلیحضرت خشمگین هستن، امروز نمیتونید و باید بفرستیم تعیین تکلیف کنیم که چه کار باید کرد، و تا فردا هم شاه بر نمیگرده به تالار پذیرش ایلچیان و اینا. این بود که محمد هم گفت من چه کار کنم. گفتن چاره ای نیست که ما رایزن ویژه شاه رو بفرستیم خدمتشون، هر چی ایشون دستور دادن همون کارو بکنید. گفت پس زودتر این کارو بکنید، چون من زمان ندارم و باید برگردم. رایزن میره داخل و با کرنش فراوان از محمد شاه میپرسه قربان من ما چی کار کنیم. میگه روزی که علی مراد خان اومد، من از شما تعیین تکلیف کردم، خود شما هم که رایزن ویژه من هستید تو اون جلسه بودین و همه تون گفتیم پاسخ ندی، من هم حرف شما رو گوش کردم، پاسخی به حرف این ندم، ولی این مرد من زله کرده، این منو راحت نمیذاره، این منو خسته کرده، مرتب و مرتب برای من ایلچی میفرسه و پیک میفرسه، من نمیدونم با این آدم سمج چی کار کنم، بنابراین خواهش میکنم که فعلا بگید بره در اون محلی که براش تعیین کردن بمانه و بعد ببینیم با این آدم یک دنده و سمج چه باید بکنه. بعد میگه که قربان به هر حال باید پاسخ این رو بدیم، این که نمیشه که وضع رو داره وخیم میکنه این وضعیت. میگه من این نظامی گستاخ و بیادب رو که نفرستاده بودم، معمولا به دربارها یک کسانی رو میفرستن که آگاه به امور دیوانی باشن، آگاه به امور ایلچیگری باشن، مؤدب باشن، تعلیم دیده باشن، نه یه آدم قلدر رو بردن از میدان جنگ بفرستن اینجا بیا این کار رو بکنه. بنابراین این نمیتونه دوستی میان ما و ایران رو استوار کنه. فعلا من نمیتونم تصمیم بگیرم، او رو بفرستیدش به جایگاه استراحتش تا بعد.
برمیگردیم به تالار چیز. محمد خان ترکمن منتظر بود، رایزن ویژه از حرمسرای و از دفتر شاه اومد بیرون و جریان رو به اون گفت و مسئول به اون کسی که میهماندار بود و مسئول تشریفات بود گفت که علازاد اینطور دستور دادم. پس من اون مسئول تشریفات هم به محمد خان ترکمن گفت که علازاد اینطور دستور دادم، فعلا صلاحی نیست که تشریف بیارید، در محل سکونتتون استراحت کنید و ما فردا نتیجه رو به آگاهی شما میرسیم. خب تا اینجا کار به سود و به خواست نادر پیش رفت، ولی به خواست و سود محمد خان نبود. اون پاسخ خودشو نگرفته بود، اون نتوانسته بود اون مأموریت رو که نادر گفته بود به هر صورت پاسخ آرمونه رو بر من بیار، نتوانسته بود انجام بده. این بود که به ناچار از تالار اومد بیرون و با اون مسئول تشریفات اومد به محل و ماندگاه خودش. ولی موقعی که از در می اومد بیرون، باز اون خوی نظامیگری و استواری خودشو جلوی 4-5 تا وزیری که ایستاده بودن نشون داد و بلند و با فریاد گفت پاسخ من رو باید بدهید، من نمیگذارم مانند علی مردان خان، علی مراد خان و محمد خان قلدرآغاسی منو سرگردان کنید، من وقت زیادی ندارم و پاسخ از شما میخوام، چه مثبت و چه منفی. اما زمانی که دید این کسانی که اونجا هستن هیچ کسی دیگه در سرسرا نیست، رفته بود که یعنی برگشته بود که حرف زده، دید همه از درهای مختلف رفتن بیرون، این بود که قرولند کنان با مسئول تشریفات را افتاد و به سوی ماندگاه و جایگاه زیست خودش رفت. و زمانی که به محل استراحت خودش رسید، خب خستم شده بود و گفتم که محصی که رسید بود به دهلی رفته بود، وقت گرفته بود، این بود که رفت و به استراحت و خواب نیمروزی پرداخت. رفتار تند سردار محمد خان ترکمن و بیمحلی که محمد شاه کرد به او باعث شد که بیدرنگ این افرادی که در تالار بودن این مسائل رو به دوستان بیرون گفتن، به خانواده گفتن، دوستان بیرونشون هم یه مقدار آب و تاب زیادتر دادن، اونها هم به همسایگان گفتن، به خانواده های دیگر گفتن و ناگهان در عرض 48 ساعت تمام دهلی از این برخورد تند و ناپسند و سرد و خشن آگاه شد. و روز به روزم بر کسانی که این سخنها رو میشنیدن در بیرون شهر افزوده میشد. در نتیجه طبق همون عادتی که هر انسانی داره که یک کلاغ چل کلاغ به اصطلاح میگن، یا هر کسی شاخ و برگی میده به این حوادث، این رفتار باعث شد که شاخ و برگ‌هایی هم به این مسئله داده بشه. مثلا گروهی گفتن که سفیر ایران با ناسزاهای رکیک شاه رو مورد خطاب قرار داد و شاه قهر کرد و از تالار بیرون رفت. و مرتب دو وقتی هم که شاه داشت میرفت این سفیر نادر ناسزا و فحش بهش میداد. دسته دیگه گفتن که اعلی حضرت از رفتار سفیر ایران ناراحت شدن و دستور دادن که سفیر ایران رو، این سفیر گستاخ رو بخوابانن و با چوب و فلک اون رو تنبیه کنن. چه کسی رو؟ شماره دیگری میگفتن که اعلی حضرت امپراتور هند هنگامی که بی ادبی سفیر ایران رو دید به وی پرخاش کرد و دستور توقیف سفیر رو داد. سخن کوتاه، هر گوشه از شهر یک نوع شایعه که هیچ کدومش حقیقت کامل نداشت، زیربنا فقط بود که اون برخورد تند بود، بقیهش همش بی خود بود، بین مردم روا شد. سردار محمد خان در سرای محل سکونت خودش اندکی استراحت کرد، گفتم به خواب بعد از ظهرش رسید و کمی خستگی رو از تن خودش درد کرد و از جا بلند شد و تصمیم گرفت که بره یه سری هم به شهر دهلی بزنه، چون شنیده بود راجع به ثروت و اینا در درباره نادر
پچپچایی شده بود و میخواسته این کشور افسانه‌ای رو از نزدیکم ببینه. اون براش هم چی مهم نبود که حالا شاه بعدش اومده خوشش اومده هرچی شده اون مهم نیست، این بود که میخواسته از نزدیک مردم هند رو هم ببینه و باشون نگاهی بکنه اگه میتونه گفتگویی بکنه. اینا این بود که به مأمور و نگهبانان خودش گفت که من میخوام شهر رو ببینم. مأمور و نگهبانان که خب پروانه نداشتن هم چی کاری بکنن، اجازه خواستن از مقامات بالاتر، اونها هم با دربار در تماس بودن و اجازه رو گرفتن و سردار محمد خان با دو نفر فقط با دو تا گارد از اتاقش را افتاد اومد بیرون که شهر رو ببینه. من از دوست ارجمندم آقای وارتان خواهش میکنم که آگهی اگه هست بگذارن، برمیگردیم دنباله تاریخ رو برمیرسیم. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد، فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. بینندگان ارجمند، امروز یک ترانه میهنی برای شما برگزیدیم از خانم لیلا فروهر گویا باشه. من از دوست گرامی آقای وارتان و دستیارشون آقای بهزاد، دوست گرامی که تازه به ما پیوستند و در اتاق فرمان با ایشون کار میکنن و کار هر دوشون هم بسیار بسیار خوب و در خور ستایشه، خواهش میکنم این ترانه رو پخش بکنن. امیدوارم که پخش خوبی باشه و ما بتونیم، یعنی همه من و شما با هم بتونیم این به اصطلاح ترانه و آهنگ و سرود رو خوب بشنویم. Human beings are members of a whole in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain. سرزمینم خاک افسونگر دل خاورمیانه، خاک تو تاریخ تو مردان کویت جاودانه، من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم غیورم هم صبورم، طفلی از آبستن تو.
من زن ایرانیم، همسایه و هم نسل شیری، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین. زاده پاس مثل دریا می خروشم، من خلیجم تا ابد پارس، من صدای ایرانم، ما ندای ایرانی، قبله من ایرانم، ما فدای ایرانی. در جهان ریشه داریم، باغ پر برگ و باریم، فرزندان کوروشی قرین افتخاریم، بر پا خیز ایرانی، دلان در خود زندانی، ایران قلب جهان است، تو در قلب جهانی. من درد وطن دارم، یک سینه سخن دارم، من از پرچم We are the voice of Iran. We are all Nedas of Iran. We pray to Iran. We give our lives for Iran. We give our lives for Iran. در این شهر نفسگی، این شهر پا به زنجی، از جور این تتارا بر لب رسید جانم، در فصل جور و بیدار با سینه سینه فریاد، من از صلح و آزادی ترانه ها میخوانم، ترانه ها میخوانم. در پاخیز ایرانی، در خود زندانی، ایران قلب جهان است، تو در قلب جهانی. سرزمینم خاک افسونگم، دل خوبر میانه خاک تو، تاریخ تو مردان گوید جاودانه. بله، امیدوارم که این ترانه میهنی که سرکار خانم لیلا فروهر اجرا کردن، خانم آقداشلو هم گویا در کنارشون بودن، مورد پسند هم میهنان ارجمند باشه. گهگاه آدم فکر میکنه که تمام رده ها و طبقه ها و رگه های سازنده ملت ایران، هر کدومشون دارن به سهم خودشون مبارزه میکنند و این خوک و این گراز وحشی رو از پای در بیارن. از موسیقیدان گرفته تا خواننده، نقاش، کاریکاتوریست، بعد نویسنده، استاد دانشگاه، کارگر، دانشجو و و و همه دارن تیرهای رو روی این گراز رها میکنن. من گمان میکنم اگر این سماجت همون گراز رو هم داشته باشن، از پا در میان و این روز رو به خوبی میشه آیندهش رو حس کرد. میرویم بر دنباله تاریخ. خب وقتی که اجازه رو گرفتن که سردار محمد خان بره در شهر بگرده، سردار محمد خان راه افتاد با دوتا ماموران گارد
و زمانی که به بازار و خیابان و مسجدها و معبدهای هند رسید، حس کرد که مردم نگاه‌های نفرت‌انگیزی به او می‌کنند و در چشم‌هایشون یک آتش کینه‌ای فوران داره و شعله می‌کشه. او هندی نمی‌دونست، اما حس می‌کرد که مردم دارن بهش ناسزا میگن. ضمناً برخی از مردم هم با زبان پارسی به او اهانت می‌کردن، اما برای اون این مسئله مطرح نبود. این سردار جنگ دیده‌ای بود که از این چیزها زیاد دیده بود، بنابراین راه خودش ادامه داد. لحظه بعد در مسیر خودش حس کرد که یه عده‌ای به دنبالش دارن میان، اما همونطور که گفتم چون از نظر جسمی و روحی بسیار نیرومند و دلاور بود، همچنین قد بلند، شانه‌های پهن و نیرومندی، بازوان نیرومندی داشت، دسته از نظر روانی هم یه آدم نترس و استوار دل و دلاور بود و توجهی به این کارا نداشت. ولی بعد از گردشی کوتاهی در شهر آرام آرام خسته شد و به محل زیستگاه خودش برگشت. روز بعد و روزهای بعد به دربار مراجعه کرد، اما با همه تندی و خشونتی که نشان داد و نارامی از خود بروز می داد، او رو مثل علی مردان خان و قلر آقاسی سر دوام می دن. حالا که دیگه مخصوصا برای اینکه این رو تنبیهش هم بکنه. از طرف دیگر نزدیک به 3 ماه خورده طول کشید و خبری از سردار محمد خان نیامد. این بود که نادر نامه خصوصی برای دربار هند نوشت و به پیک بادپا سپرد که تا هر چه زودتر اون رو ببره و به دست امپراتور محمد خان گورکانی پادشاه هند در دهلی برسونه. پیک نامه رو به حضور محمد شاه میبره. اصل نامه رو من هم اکنون برای شما میخوانم و توضیح هم میدم که این نامه هم اکنون که من با شما سخن میگم در بخش برگه های تاریخی کتابخانه ملی ایران نگهداری میشه. این نامه وجود داره. این رو من برای این میگم که اون کسانی که میگن نادرشاه و هند حمله کرد برای جهانگیری بود و بی بهانه حمله کرد، نه، اینطور نبود. شما حالا از این به بعد گام به گام با من داخل این وقایع تاریخی میشید و میبینید که چرا نادر به هند تاخت. چرا نادر به هند تاختش دارم میگم براتون، اما چگونه هند رو شکست دادش جالبه. اون جالبه، اعجوبه جنگی ایران بوده نادر. حالا گام به گام بریم جلو. نادر در این نامه اندکی هم به تندی با محمد شاه سخن میگه و بخشی از اون رو من برای آگاهی شما بینندگان میگم. قبلا بگم که این نامه به شیوه و به روش 250 سال پیش فارسی نوشته شده. کی نوشته؟ آقای میرزا مهدی خان استرابادی، منشی و دبیر نادر. نادر که سوادی نداشته، او می نوشته. این منشی ها و دبیر ها هم هرچی لغت قلمبه و سلمبه و ناراحت و سنگین و دور از ذهن به گوششون به ذهنشون می رسید ور می داشتن و می نوشتن. شاهان هم که خیال می کردن این لغت ها خیلی مثلا خوبه، هرچی می نویسن اون رو دستینه می نهادند و رد می شود. حالا من اون تعارف‌های اولی که معمولاً می‌نویسن برای مخاطب کاری ندارم، دنبالش اینه. میگه نادرشاه، این نامه ایست که نادرشاه نوشته، میگه قبل از این ضمناً بازم میگم تمام این مطلب رو من می‌خوانم، 90% شو شاید ندانید چی میگه، بعد به پارسی امروزی هم براتون ترجمه می‌کنم. نادر می‌نویسه قبل از این در مبادی حال که دارالسلطنه اصفهان به تصرف امنای این دولت ابد بنیاد درآید. ببینید چقدر پیچیده و قلمبه، حتی تازیش هم درست نیست. در خصوص تنبیه افاقنه قندهاری و باقی اشرار که نسبت به هند زیاده بر این مصدر ایذا و اضرار بودند، یعنی ضررها بودند، مصحوب علی مراد خان شاملو
مصحوب یعنی هم صحبت، کسی زیر صحبت منه. علی مراد خان شاملو بعد از آن به توسط محمد علی خان قلّرآغاسی به آن پادشاه زیجا اعلام شد که کسی را تعیین نمایند که بعد از ورود رایات منصوره به آن حدود راه فرار بر ایشان مسدود دارند. در مکاتب شریفه که از حضور پرنور مصحوب ایلچیان مشارون الیهم شده بود مندرج ساخته بودند که در آن باب تأکید و امر شدید به عمل آید. بنابراین نیازمند درگاه الله نیز به سلسله جنبانی تعهدات آن حضرت عازم قندهار و برای تجدید مذاکره آن مواد ایلچی دیگر را به سفارت مأمور و بعضی سفارشات در عالم موالات و دوستی لسانن و شفاهن به ایلچی محمد خان ترکمن اظهار شد. نادرشاه افشار امضا کرد. نادر که نگران نتیجه برخورد سردار خودش، اون سردار دلاور، با محمد شاه و دربار هند بود، در نامه دیگری دنباله اون بعد از تعارفات دیپلماتیک ضمن گله و شکایت از ندادن پاسخ شایسته به سفیران گسیل شده خود می نویسد: 4 ماه به درازا کشیده است که ایلچی های من کار قابلی را نتوانستند بگذرانند و اثری هم از تعهدات مزبوره درخواست شده به ظهور نپیوسته و قطع نظر از آن ایلچی دیگر را در آن صبح متوقف و خلاف معمول، معمول با الفه ها، اینجا با الفه یعنی آرزوهای قلبی، و خلاف معمول قلبی، آرزوهای قلبی، اعمال مطبوعه به وجوه مختلف از جانب شریف به ظهور نپیوسته. یعنی شما هیچ دستوری تاره ندید. هرگاه واقعا آن پادشاه جمشید جاه به اقتضای زکای جهان پرور و فتنت حقانیت گستر این طریقه را محفوظ دارند، فهو المقصود، یعنی اگه جواب خوب بدید به ما اونیست که ما میخواهیم. هرگاه چنانچه به نظر به سلیقه بعضی از کارگزاران آن دولت، ببینید چقدر باهوش بوده، میدونسته این بادم جون دور قابچینای دور شاه این شاه رو زیر تناپیچ تارنکبوت‌های رفتاری و چاپلوسانه خودشون کردن. هرگاه چنانچه نظر سلیقه بعضی از کارگزاران آن دولت والا که در مزاج دولت دخل کلی یافتن، یعنی همه نفوذ کردن توی شما، گرمی کار خود را در ایفاد نایره ساد و برهم زدن هنگامه وداد میدانند، این دوستی نژاد، یعنی خودشون میگه این دوستی نژاد را در هیچ باب مزایقه نخواهد بود. یعنی اصلا اگه نمیخوای ندیدم ندین، وقت دیگه از من توقع نشی، من هر کاری میتونم بکنم و از این کارم مزایقه ندارم. ایلچی را به زودی رخصت انصراف ارزانی دارید و به اعلام چگونگی مراتب خاطر دوستی ذخایر را قرین بهجت و شادمانی فرمایید تا آنچه که نگاشته کلک در سلک شده است به عرصه وقوع درآید. نادرشاه افشار. خب بینندگان گرامی، این نامه وسیله میرزا مهدی خان استرابادی هم توی که گفتم نوشته شده و یکی از پیچیده ترین نامانوس ترین شیوه های نویسندگی آن زمان، که این شیوه نویسندگی حتی در زبان تازی هم به کار نمیره و پر از غلط ها و دشواری هاست. بدبختانه این گونه شیوه نویسندگی از آغاز پادشاهی صفویان تا پایان پادشاهی قاجاریان روا بوده. در همه جا این شیوه سخت و سخت نویسی و غلط نویسی و اینها روا بوده. روانشاد کسروی هم میگه که هیچ کدوم این شیوه ها اصولی و دستوری نبوده و زبان رو خراب کرده بود. به هر روی، حالا اون چرا که من براتون خوندم به زبان فارسی امروزی من براتون
دوباره ترجمه میکنم و واقعا باید ترجمه کرد. نادر نوشته چون بسیاری از افغانها که موجب زیان و آزار مردم شده بودند پس از شکست از نیروهای دولتی به هند رفته اند، علی مراد خان شاملو و سپس محمد علی خان قلراغاسی را به حضور فرستادم تا کسی را تعیین کنید که بعد از ورود نیروهای پیروز ما به نزدیک مرز سرکشان را دست بسته تحویل من دهد. پس از آن سفیر دیگری به نام محمد خان ترکمن را فرستادم و اکنون 4 ماه است که کوچکترین نشانه ای از برآورد خواست قبلی من دیده نمی شود. بر این پایه اگر آن پادشاه با نگرش به پیوندهای دوستی این خواست درونی ما را رعایت کند چه بهتر، ولی هرگاه با توجه به نظر شخصی بعضی از کارگزاران آن دولت که در شما نفوذ کلی دارند وضع را در ایجاد دشمنی و برافروختن آتش جنگ می دانید، من نیز مضایقه ندارم. خیلی تنده ها یه پادشاه برای یه جای پادشاه دیگه بنویسه. خواهشمند است دستور فرمایید سفیر اعزامی را با رعایت مراتب دوستی مرخص کنند تا آنچه که مایه و شایسته شادمانی است به وقوع بپیوندد. نادرشاه افشان. خب این نامه هایی بود که نادر نوشت و به قول معروف بر پشتیبانی از ایلچی و سفیر خودش بود. ببینیم دولت هند، امپراتور هند، چاپلوسان درباره هند بعد از این چه رفتاری درباره این دو نامه و اون سفیر نیرومند نادر سردار محمد خان ترکمن خواهند داشت. زمان من در اینجا آرام آرام با اینکه در آغازش یک کمی تأخیر داشته، آقای وارتان همیشه از دست این قسمت فروش فرش عصبانی و ناراحته، برای اینکه اینها به جای اینکه 10 دقیقه قبل از ساعت 4 کار رو تمام کنن تا نزدیکی های 4 اینجا به درازا میکشه کارشون و البته میدونید که وقتی اینجا شلوغ باشه برنامه ساز بعدی نمیتونه کار کنه و جوششو فقط آقای وارتان میزنه. از آقای وارتان و آقای بهزاد سپاسگزارم. با سپاس از شما بینندگان ارجمند که زمانی از وقت خودتون به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.